اگر پی آ پریم اشتراک ب پریم مساوی پی بی مساوی پی آ مساوی 4 تا پی آ اشتراک با بی باشد، آنگاه پی ب پریم اشتراک آ کدام است؟ 0 1 یازدهم 3 یازدهم 4 یازدهم. این نکته ریز این سوال داره. اینا که دارین حل میکنین در واقع تکنیک های حل سوالن. خود قوانین احتمال که مشخصه با توجه به مفروضات مسئله، هر کدومو که میتونستی باز کنی باز کن، ساده سازی کن، بعد درست سراغ خواسته سوال. اما این سوال هایی که مثلا میخوام یه تکنیکی بگم، توی هندسه هم ممکنه به کار بره، توی فیزیک هم ممکنه به کار بره، توی هر درسی وقتی یه رابطه دادن همه رو بر حسب هم، یکیشون x بگیر که همشون بر حسب x باشن. یعنی چی؟ ببین اینجا اومده گفته پی آ پریم اشتراک ب پریم مساوی پی بی مساوی پی آ مساوی 4 تا پی آ اشتراک با بی. یعنی اینا همه رو بر حسب هم داده، من یکیشون x میگیرم. یعنی چی؟ مثلا پی آ اشتراک با بی رو x میگیرم، میگم اگر این x باشه جایگذاری کنم پی آ میشه 4x، پی بی هم میشه 4x، پی آ پریم اشتراک ب پریم میشه 4x. یعنی هر 4 تا اینا بر حسب یک متغیر نوشتم. پس الان مفروضات مسئله رو دارم. خب حالا بهت گفتم در مسائل قوانین احتمال به مفروضات نگاه میکنی، ببین کدومشو میتونی باز کنی، کدومشو میتونی ساده سازی کنی. آ اشتراک با بی که اشتراک با بیه، اینم که آ اینم بیه، ولی اینو میتونم یه کارایی باش بکنم. چیکار؟ دو تا پریم داره. گفتم در مسائل قوانین احتمال دو پریم داشتید به فاکتور، بریم به فاکتوریم از پریممون. خب از فاکتور بگیرم، از این پریمه چی میشه؟ میشه آ علامت برمیگرده، اونم میشه بی. گفتیم پی آ پی آ پریم یک منهای پی آ، پی ب پریم یک منهای پی بی. پس پی آ اجتماع با پریم چی میشه؟ میشه یک منهای پریمشو بردار. حالا پی آ اجتماع با بی رو میتونم بازش کنم، پی آ اجتماع با بی چی میشه؟ پی آ پی بی منهای پی اشتراک. حالا جای گذاری میکنم، به جای پی آ 4x، به جای پی بی 4x، به جای اشتراکم x. اینا رو که قرار بدیم و اینا حل کنیم x به دست میاد 1 یازدهم. بچه‌ها دقت کنیم، بعضی از بچه‌ها میگه ما نمیدونیم تا کجا ساده سازی کنیم. ببین من یک سوالی به من داده، میخوام حلش کنم تو قوانین احتماله، تا اونجایی که میتونی ساده کن. خب دو پریم داشتیم، پریم و فاکتور گرفتیم، بعد داشتیم یک منهای پریم رو گذاشتیم کرد، دیدیم علامت وسط اجتماع شده، دیدیم ای برای اجتماع هم فرمول داشتیم، پس بازم میتونیم سادهش کنیم. تا اونجایی که میشه از روابطی که الان بهت درس دادم تو همون اول فیلم استفاده میکنیم، مسئله رو ساده میکنیم تا به مفروضاتی که داریم برسیم، بعد جایگذاری میکنیم. خب وقتی که x به دست بیاد ناخودآگاه همه اینا به دست میاد، قلم شده 1/11. حالا سوال از من چی رو خواسته بود؟ گفته پی ب پریم اشتراک آ. یه دقیقه وایسا، اگر جفتش پریم داشت پریم و فاکتور میگرفت، حالا الان یکیشون پریم داره. خب خوب گوش کن، اگه علامت وسط اجتماع بود بازش میکردیم، میگفت احتمال اولی به علاوه احتمال دوم منهای احتمال اشتراکشون، اگر دلتا بود بازش میکردی، میگفت احتمال اولی احتمال دوم منهای دوتا اشتراکشون. بله الان اشتراکه، من نمیتونم بازش کنم، فاکتورم بگیرم به دردم نمیخوره. اگر یکیشون پریم داشت و علامت بین اشتراک بود، اول یه کار میکنی اون که پریم داره دوم نوشته بشه. یعنی چی؟ من فرق نمیکنه که جای اینا رو عوض کنم، نه من اینو میذارم آ اشتراکی بپریم، حالا اشتراک رو تبدیل به منها میکنم، بعدی پریمش میپره میشه آ منهای بی. حالا احتمال آ منهای بی رو بلدم، آ منهای بی احتمال چی میشد؟ احتمال اولی یعنی آ منهای احتمال اشتراکشون. خب احتمال آ چقدر بود؟ 4x. احتمال آ اشتراک با بی چقدر بود؟ x. جایگذاری میکنم میشه 3x، x هم که 1/11، حاصل میشه 3/11. پس من به راحتی تونستم احتمال ب پریم اشتراک با آ رو به دست بیارم. چیزی که اینجا گفتم، معمولا من عادت دارم سوالایی که اینجوری بر حسب هم میدن یکیشو x میگیرم همش بر حسب x به دست میارم، بعد اونی که میتونم رو ساده میکنم. بریم بعدی. اگر احتمال آی منهای بی باشه 1/4 و احتمال بی منهای آ باشه 2/7، حد اکثر مقدار احتمال آ به احتمال بی چقدره؟ گزینه هم که داریم ببینیم. ببین داستان چیه؟ این یه سوال، یه سوال خیلی خاصه، دو معادله داره سه مجهول. چرا؟ ببین احتمال آ منهای بی رو تو بلدی بازش کنی؟ بله، میشه احتمال آ منهای احتمال اشتراکشون، که نه احتمال آ رو داری نه احتمال اشتراک. اینم اگه بازش کنم چی میشه؟ میشه احتمال بی منهای احتمال اشتراکشون، که نه احتمال بی رو داره نه احتمال اشتراک. پس من احتمال آ رو ندارم، احتمال بی رو ندارم، احتمال اشتراکم ندارم، ولی دو معادله دارم. به دردم نمیخوره باز کردن، در صورتی که من گفتم در مسائلی که قوانین احتمال فرمولی سوال بهت میدن، تا دیدی یه چیزی رو میتونی بازش کنی بازش کن. پس اینجا آی منهای بی رو باز کنم به دردم نمیخوره، به یک معادله میرسم، یعنی اینجوری بگم به دو معادله میرسم با سه مجهول، نمیتونم حلش کنم. برای این یه سوال خاص که آی منهای بی و بی منهای آ رو به تو سوال میده،
یک راه حل بسیار ساده‌ای وجود داره، اونم رسم شکل استثنا برای یه دونه سوال خاص که آی من های بی و بی من های آ رو به تو بده. اما قبلش شما باید یه کار کنیم که اینا هم مخرج بشن. من میام صورت مخرج اینو در مخرج یعنی 7 ضرب میکنم، صورت مخرج کسر دومو در مخرج کسر اول یعنی 4 ضرب میکنم، خب بالاییه میشه 21 28 هم اگه صورت مخرج در 7 ضرب کنم، این اگه صورت مخرج در 4 ضرب کنم میشه 4 28 هم. مخرج ها رو یکی میکنید، حالا شکل میکشیم، فرض میکنیم این آ این بی اینم فضای نمونی، آ من های بی و بی من های آ هم که رنگی شدن. من فرض میکنم تعداد عضو های فضای نمونه من 28 باشه. حالا ممکنه 28 نباشه، نسبتشون الان نگاه کنین احتمال میشه NA به NS، مثلا احتمال بیمن های A میشه تعداد عضوهای بیمن های A به تعداد عضوهای کل. من فرض میکنم تعداد عضوهای کل 28 باشه، اون وقت تعداد عضوهای بیمن های A چند تا میشه؟ 4 تا. پس تعداد عضوهای بیمن های A میشه 4 تا. پس اینجا 4، تعداد عضوهای آمن های بی 21 که کل باید 28 باشه. ببین NS یعنی تعداد عضوهایی که تو کلن، خب یه 21 با یه 4 تا میشه 25 تا، کل باید چند تا باشه؟ 28 تا. چند تا عضو دیگه موندن؟ 3 تا. خب این 3 تا میتونن همشون اینجا باشن، میتونه یکیش اینجا باشه دوتاش بیرون باشه، میتونه دوتاش اینجا باشه یکیش بیرون باشه، میتونه هیچ اینجا نباشه هر 3 تا بیرون باشن، مهمی که کل فضای نمونیم 28 باشه. پس یه بار دیگه میگم، در سوال هایی که آمن های بی و بیمن های آ رو به تو احتمالش رو داده، احتمالا رو هم مخرج میکنی، یه شکل میکشی، تعداد عضو های کل رو برابر با مخرج میگیری، تعداد عضو های آمن های بی و بیمن های آ رو از صورت کسراشون پیدا میکنی. حالا شروع میکنیم، میگم چند تا مونده؟ 4 تا. 3 تا. 3 تا عضو دیگه، چون این جمع اینا میشه 25 تا، بعد کل بشه 28 تا به اندازه مخرج. من فرض میکنم که اینجا 0 باشه، 3 اینجا باشه. میام احتمال حساب میکنم. بچه‌ها در این شکلی که من کشتم احتمال آ، من وقتی میخوام احتمال آ رو حساب کنم بعد تعداد عضو های آ رو به کل تقسیم کنم. الان دایره آی من 21 عضو داره، دایره بی من 4 تا، کلم که 28 ته. پس میشه 21 28 4 28. ساده کنیم 21 4. فعلا 21 4 رو تو ذهنمون داشته باشیم. حالت بعدی اینه که یکی اینجا باشه دو تا بیرون باشه، چون کل باید بشه 28 تا. خب در این حالت پی آ به پی بی رو حساب کنیم. بچه ها احتمال آ، بعد تعداد عضوهای آ رو به کل تقسیم کنیم. تعداد عضوهای آ الان در این حالت 22، تعداد عضوهای بی 5، پس میشه 22 28، این میشه 5 28 که ساده کنم میشه 22 5. خب تا اینجا 21 4 از این بزرگتره. سوال از من چی رو خواسته بود؟ حد اکثر مقدار. پس همین الان میتونم بگم الان هر چی حالت رو برم مقدارم کمتر میشه، چون میخوام یه نکته آخر سر بهت بگم. حالت بعدی رو که حساب احتمال کمتر میشه، 22 پنجم میشه 4 خورده ای، 21 چهارم میشه 5 خورده ای. سوال گفت حد اکثر مقدار نسبت چنده؟ که اون 21 چهارم قبلی شد که تو اسلاید قبلی به دست آوردم. اما میخوام حالت های دیگرم حساب کنم، یه نکته بهت بگم. فعلا یه 21 چهارم داشتیم، یه 22 پنجم. حالا حالت بعدی اینه که دو تا اینجا باشه یکی بیرون. توی این حالت اگه بخوام احتمال رو حساب کنم، احتمال آ میشه چند؟ 23 28، این میشه 6 28، نسبتش میشه 23 6. ببین هی داره کمتر میشه. دوباره بعدی حالت چهارم این که هر سه تا اینجا باشن هیچی بیرون باشه. پی آ به پی بی رو که حساب کنی اینجا میشه 24 28، این میشه 7 28، یعنی 24 7. چه چیزی میخوام بهت بگم بچه ها، شما لازمی سر جلسه کنکور همه حالت ها رو حساب کنی. حالا هم 3 تا بود، خیلی آسون بود، من همه حالت ها رو بررسی کردم، اومدیم و اینو نوشتی مثلا 21 این بر 4 تا میشه 25 تا، کل فضای نمونی 30 تا عضو داشت، 40 تا عضو داشت. خب اگه 40 تا عضو داشته باشه یه 25 تاش اینجا باشه چند تا میمونه؟ 15 تا. تو بعد میادی حساب میکردی 15 تا اینجا هیچی بیرون، 14 تا اینجا یکی بیرون، 13 تا اینجا دو تا بیرون، 12 تا اینجا سه تا بیرون. همه حالت‌ها رو بررسی می‌کنم. خب خیلی سخت می‌شد که. معمولاً تو کنکور سراسری اگه همچین سوالی بهتون بدن یا حداکثر می‌خوان یا حداقل. پس شما کافی دو حالت رو حساب کنی فقط. کدوم حالت‌ها؟ یه بار اینکه تمام عضو تو اشتراک باشه هیچی بیرون. یه بار حالت دیگه همه بیرون باشن هیچی اشتراک نباشه. شما همین دو حالت رو حساب کنین، حداقل حداکثر به دست میاد. حداقل خواسته بود تیکشو بزن، حداکثر خواسته بود تیکشو بزن. پس این رایی که من گفتم رسم شکل فقط استثنا برای سوالاتی که آی من های بی بی من های آ احتمالشو به تو میده، یعنی در واقع ما دو معادله با سه معچول داریم که نمیتونیم حل کنیم و مجبوریم با شکل این رایی که بهتون گفتم بری حاصلش رو به دست بیاریم. بریم سراغ سوال بعدی.
اگر A و B و C پیشامدهای دو به دو ناسازگار باشند، به طوری که احتمال A بله به احتمال B باشه 3 هشتم، احتمال B بله به احتمال C باشه 3 شونزدهم، احتمال A بله به احتمال C باشه 3 شونزدهم، مقدار احتمال A اجتماع B اجتماع C کدام است؟ خب گزینه ها هم که داریم میبینیم. خوب گوش کنیم، سوال احتمال سه تا رو میخواد. شما توی اصل شمول عدم شمول یاد گرفتید تعداد عضوهای A اجتماع B اجتماع C چه شکلی به دست میاد. احتمالش رو میخوای به دست بیاری بازم همون جوریه. یعنی احتمال A اجتماع B اجتماع C چی میشه؟ میشه احتمال A به علاوه احتمال B به علاوه احتمال C منهای احتمال A اشتراک با B، منهای احتمال A اشتراک C، منهای احتمال B اشتراک C به علاوه احتمال اشتراک سه تاش. خب ببین چی گفته مفروضات. گفته A و B و C دو به دو ناسازگارن. توی اون روابطی که اول بهت گفتم اگر دو پیش آمد ناسازگار باشن احتمال اشتراکشون صفره. وقتی A و B و C دو به دو ناسازگارن، یعنی A و C احتمال اشتراکشون صفره، B و C احتمال اشتراکشون صفره، A و B احتمال اشتراکشون صفره، A و B و C هم احتمال اشتراکشون صفره. پس من وقتی فرمول اینو بنویسم مثلا پی A به علاوه پی B به علاوه پی C منهای احتمال اشتراکای دو تایی که همه صفرن به علاوه احتمال اشتراک سه تایی که اونم صفره. پس در واقع احتمال A اجتماع B اجتماع C همون میشه احتمال A به علاوه احتمال B به علاوه احتمال C تو این سوال خاص، چون بقیه ناسازگاران صفرن. پس من باید برم پی A به علاوه پی B به علاوه پی C رو به دست بیارم. حالا همه اینه که گفتم بریم شروع کنیم به حل کردن. میگه A و B و C ناسازگارن، یعنی احتمال اشتراک A و B صفره، احتمال اشتراک B و C هم صفره، احتمال اشتراک A و C هم صفره، احتمال اشتراک سه تاشون هم صفره. خب اینو که همین الان فهمیدم. با توجه به روابطی که داده من فهمیدم باید پی A به علاوه پی B به علاوه پی C رو به دست بیارم. خب من میام چیکار میکنم؟ به این رابطه ها نگاه میکنم، همه رو با هم جمع میکنم، میشه دو تا پی A، دو تا پی B، دو تا پی C، جمع سمت راستی ها رو که مینویسم میشه 12 16. همه رو به یه دو که تقسیم کنم احتمال A بله به احتمال B بله به احتمال C شد 6 16 یا 3 8. همین الان تموم شد، جواب سوال تونستم به دست بیارم. چرا؟ نگاه کن، سوال احتمال A اجتماع B اجتماع C رو میخواست. طبق اون چیزی که توی اصل شمول عدم شمول گفتم میشه احتمال A بله به احتمال B بله به احتمال C که به دست آوردیم از اسلاید قبل، منهای احتمال دو به دو اشتراکشون به علاوه احتمال اشتراک سه تاشون که اینم چون ناسازگارن طبق اون چیزی که بالا گفتیم همه اینا صفرن، پس فقط این جایگذاری میشه، میشه 6 16 هم یا ساده کنیم 3 8. پس من تونستم احتمال A اجتماع B اجتماع C رو به دست بیارم. توی این سالم فقط هدف همین بود که بگم وقتی میگه ناسازگارن یعنی احتمال صفره، به وقتی هم احتمال اجتماع سه تایی رو میخواد فرمولش اینه.